سلام دوست خوبم امروز اومدم براتون برنج مجلسی و تدیگ زعفرن رو درست کنم برنجتون 6 ساعت قبل نم کنین و آب رو بذارین جوش بیاد و برنج رو نم کرده رو بهش اضافه کنید قشنگ کامل بریزید و نمکش رو تست کنید تو این مرحله اگه برنجتون بی نمک باشه این برنجی که من دارم آموزش رو میدم سبک برنج رستورانی و تو تالارها و مجلسیه پس کپ همین درست کنید که برنجتون بی میشه و خوشمزه نباید برنج رو خیلی هم بزنیم فقط بعد کفکی رو بذاریم تای دیگ و دو سه بار رفت و برگشت بدیم اگه برنج رو توی مرحله هم بزنیم برنجمون میشکنه و باز میشه یادتون نره اینجا پنج دقیقه از برنج ما گذشته که قشنگ جوشیده و کل زده به قول ما قل زده کامل کامل قد کشیده ببینین و نمکش هم تست کنید که اگه بی نمک باشه امکان باز رفتن برنجتون هست اینجا آخرش که میخوام برنج رو برداریم یک پارچ آب سرد به برنجمون اضاف میکنیم یک شوکی بهش وارد میشه دوباره اینجا قد میکشه بعد برنجمون یادتون نره هر موقع برنج برقص توی آب و روی آب واسه اون موقع برنج بعد, بعد آبکش کنیم دیگه اونجا آماده است و کامل 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 آبکش کنین چون قابلمه من خیلی بزرگ بود من دارم کم کم بهش آبکش میکردم چون نمیتونم بردارمش خیلی سنگین و خیلی بزرگ کم کم میریزم ولی قبلش که چون میخوای این کار انجام بدی باید زیر قابلمه رو کم کنی که برنجای توی قابلمه باز نشه برای تعدیق زعفرین دو تا تخم مرغ نیاز داریم خوب هم بزنین پنج تا قاشق ماست زعفران و گلاب قشنگ هم بزنین و برنجتون رو بهش اضافه کنید پنج قاشق ماستمونم بهش اضافه میکنید و کامل هم میزنیم. سابسکرایب فراموش نشه لایک و کامنت برام بذارین دوسته قشنگم حمایت فراموش نشه خوب هم بزنید که ماست اگه ماست سوین یا ماست پگای پرچر باشه عالیه آلی عالیه برای تدی زفرون رو دم کردم اضافه کردم و خوب هم زدم یک کوچولو رنگش کم بود برای برنج یکم از پودر زعفرون ریختم که اینا دم کرده نیست فقط سابیده شده است که رنگش هم خیلی خوش رنگ عطرش هم بیشتر میشه زعفرون خشک حتما درست کنیم و تو کامنت ها به هم بگین گلاب هم هرچی دوست داریم بریزیم ولی چون من زعفرون زیاد بود عطر و تعمش بی نظیر بود گلاب فقط یک سرچیج اضافه کردم و اینجا بهش برنج رو اضافه کنید تا موادتون کاملا خوش و به برنج بچسبه کمم نریزین زیادم نریزین ببینید صدا کفگیر من اینجا ریختم برای این حجم و کلی تعدیق به اون داد تعدیق اگه دوست دارین چاق بشه وسط بذارین اگه دوست دارین لاغر بشه یا بقول قول ما مشدی یا باریک باشه قشنگ کف قابلمه رو پر کنی اینجا من دو ملاقه و نصفی کره ریختم یا همون روغن زرد خودمون بعد گذاشتم خوب داغ بشه و بعد, بعد بریزین اگه داغ نشه تعدیگیتون قشنگ کنده نمیشه ببینین چقدر داغه که کرها چجوری داره میجوشه پس کامل باید داغ باشه که انگار تعدیگی ما هم خوشمزه باشه هم طلایی بشه هم, هم قشنگ قاشق بزنی زیرش کنده بشه ببینید چقدر قد کشیده به 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 عطر و تمش خونه رو برداشته جای همتون خالی واقعا و اینجا برنجامونو رو کاب کش کردیم و رو اینجوری کردیم و قشنگ بریزین روی برنج ولی قبلش که داریم میریزیم سبتتون رو تکون بدین هرچه تکون بدین خیلی برنج دوندون دون داره و اصلا برنج تو به هم دیگه نمیچسبه به مدت یک ساعت تا یک ساعت و ده دقیقه برنجتون رو دم بذارین با شله ملایم ملایم که مال برنجه من همیشه چند تا سوراخ هم میذارم روی برنج برای دم کشیدن برنجمون خیلی موثره و خیلی کمک میکنه که وسطش هم قشنگ دم بکشه و خوشمزه بشه برنجمون یک ساعت گذشته و دم کشیده من سه تا ملاقه کره بهش یک کوچولو داغ کردم و به برنج اضاف کردم خیلی خوشمزه شده بود شما دوست دارین کره نزنین یا روغن زرد نزنین روغن هر چی که دوست دارین بزنین مهم نیست مهم این که روغنتون رو قشنگ بهش اضافه کنیم و هم بزنیم آموزش مرغ یک سیر دیگه بهتون میدم من فقط اومدم پلو رستورانی رو بهتون سیر آموزش بدم ولی مرغ و سیری بعد انشاءالله آموزش رو براتون میذارم مرغشم مجلسی بود خیلی خوشمزه و خیلی خوشتم فقط برای تزین برنجمون الان مرغ کشیدم کنارش انشالله سری بعد آموزش رو میذارم و درست کنین و حالش رو ببریم و من اینجا ظرف کردم و خیلی خوشگل دیزاین میکنم و میذارم و عکسش هم میذارم براتون روی کاور ویدیو خب بعد دیگه زرش هر مدل دوست دارین خودتون بذارین و بریم تا مرغ بکشیم جای همتون خالی اینم از رخ مرغ ما به 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 حتما حتما آموزش این مرغ و براتون میذارم خیلی خوشمزه میشه این سبک مد... این مدلی که من درست میکنم خیلی خوشمزه میشه و حتما 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 آموزش سری بعد میذارم بچه ها براتون اینجا دارم سینی رو میذارم که میخوام عکس بگیرم برای شما عزیزان دلم جای همتون خالی سابسکرایب کن لایک و کامنت فراموش نشه دختر مشدی عاشقتونه اینم از تعدیق آخر که به 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 ببینین تدیگو فقط دوستتون دارم یک دنیا تا ویدیو بعد خدا نگهدار دوست قشنگم